سلام دوستان، با یه برنامه جدید در خدمتتونیم و این بار میخوام در مورد یه موضوعی که میدونم تا حالا هیچ کسی در موردش صحبت نکرده براتون یه کلیپ کوتاه درست کنم. پس با ما همراه باشید. مفهوم گانگستر و گنگ با خلاف و بزهکاری عجین شده و هر وقت اسمی از اینجور افراد به میون میاد همه ما ناخودآگاه یاد تجارت مواد مخدر و تجارت انسان و زندان و جدیداً هم تروریسم میفتیم. حقیقتش هم اینه که قدرت گنگسترها تو جرایم سازمان یافته است و این افراد همیشه با داشتن یک گروه منسجم و وفادار قدرت خودشون رو تو جامعه اعمال میکنن. رهبری تو خون این افراده. تو دنیا با گنگسترهای معروف زیادی روبرو هستیم که خیلی هاشون تا الان کشته شدن یا تو زندانن. افرادی مثل آل کاپون، پابلو اسکوبار، جان دلینگر، الورس جانسون، جسی جیمز، خواکین گوزمان یا همون الچاپوی معروف که الان تو آمریکا تو زندانه و خیلی های دیگه. این عرصه برای فیلمسازام جذاب بوده و همیشه خوراک خوبی برای فیلم‌های قشنگی بوده که حتما خیلی هاشو دیدید، مثل سگانه پدرخوانده. اما امروز میخوام بهتون چند تا گروه گانگستری خیلی خفن رو تو ایران معرفی کنم. گروهایی که شاید اگه دولت ایران هم مثل مکزیک اداره میشد خیلی 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 خفن‌تر از باندای مافیایی مکزیکی بودن. پس با ما همراه باشید. قبل از معرفی این افراد خطرناک بد نیست که بدونیم گانگسترها و گنگ ها با لاتا و اراذل اوباش یه تفاوت مهم دارن و اون اینه که اونا قدرت سازماندهی و کار تشکیلاتی قوی دارن. هر لاتا و اراذل اوباشی نمیتونه گانگستر بشه. در ضمن باید توجه کنیم اشخاصی هم هستن که لاتو گردن کلفتای مشهوری هستن ولی گروه ندارن، مثل حسین دلیرانی، وفا خیرالله زاده، صمد کریمی معروف به صمد کرده و سعید سامورایی. گانگسترها به منابع مالی وسیع دسترسی دارن و معمولاً هم این پولا رو از روشایی به دست میارن که تو کشورشون ممنوعه. یه گانگستر کاریزمای زیادی داره، یعنی میتونه رو افرادی که دور و برش هستن تأثیر بذاره و اونا رو به شدت به خودش جذب کنه. قدرت مدیریت افرادو داره، هوش بالایی داره و قدرت مالی و فیزیکی بالایی هم داره طبیعتاً. حالا میتونیم وارد بحث اصلی خودمون بشیم و گانگسترای ایرانی رو بهتون معرفی کنم. فقط اول گانگسترای قدیمی ایرانی رو معرفی میکنم و بعد به گانگسترهایی میپردازیم که سه تا ویژگی دارن. اول اینکه الان زنده، دوم اینکه الان در ایران هستن و سوم اینکه الان فعال و اکتیو هستن و فعالیت میکنن. پس اول به گانگسترهایی میپردازیم که قدیمی ترن یه مقدار یا در ایران نیستن. اصغر نصیری، ملقب به اصغر خارجی، اون سردسته باند افعی بود که تو زمان زندگی اصغر خارجی از بزرگترین و مخوفترین باندای ایران بود. اصغر نصیری افراد زیادی رو کنار خودش جمع کرده بود و با قدرت رهبری بی‌نظیری که داشت تونست این باند رو رهبری کنه. اون تو زندان بر اثر مصرف داروهای اشتباهی که به خوردش دادن کشتونده شد، اما اعلام کردن که خودکشی کرده که این دروغ محض بود. محمود کدخدایی، اون تونست سردسته قوی ترین و خطرناک ترین باند یاکوزا تو ژاپن بشه، به طوری که تمام باندای یاکوزا تو ژاپن به شدت ازش میترسیدن. محمود بعد از طی کردن دوران محکومیتش تو ژاپن و ایران دست از خلاف کشید و امروز تو تهران به زندگی عادی مشغوله. مرحوم محمد کانونی که تونست تو تایلند بزرگترین باند تاریخ گانگسترهای تایلند رو به وجود بیاره و به شکلی که تایلندی ها به شدت ازش وحشت داشتن، اون بر اثر یه نزاع و دعوا توی تایلند کشته شد. امید تحویلی که متولد تهران و یکی از گردانندگان ایرانی جرایم سازمانیافته تو خارج از ایران هست، اون رئیس باند بزرگی بود که جرایمی از قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری رو انجام میدادن. اون تحت تعقیب FBI و اینترپول یا پلیس بین‌الملل قرار گرفت و سابقه یه بار فرار از زندان کانادا هم داره. تو آوریل سال 2008 مجله فوربس امید تحویلی رو تو لیست 10 نفر اصلی تحت پیگرد بین‌المللی قرار داد، لیستی که نفر اول اون اسامه بن لادن بود. حالا نوبت میرسه به بخش اصلی کلیپ ما، یعنی پرداختن به گانگسترهایی که در حال حاضر زنده، فعال و در داخل ایران هستن. فعالیت گانگستری و تشکیل باند تو ایران به مراتب سخت‌تر از کشورهای دیگه هست، چون که ایران یک کشور فوق امنیتیه و همین امر نشون میده که گانگسترهای ایرانی میتونن بزرگترین گانگسترهای جهان باشن، چون حکومت ایران به طور کلی اجازه وجود همچین افراد و تشکیلاتی رو نمیده و وقتی اینا میتونن همچین کارهایی بکنن قطعا نشون دهنده قدرتشون هست. شماره 1، موسی ملکی. به اون امپراتور ایران میگن و اصالت ایلامی داره، ولی تو منطقه بیسیم یا همون طیب میدون خراسان به دنیا اومده و کودکیشو اونجا سپری کرده. در کودکی به کانون میره
اون تو درگیری خیابونی بسیار سریه و به همین دلیل فقط با یه چاقو میتونه افراد زیادی رو که مسلح به سلاح سرد هستن شکست بده. موسی ملکی رو همه با پیشوند آقا صدا میکنن. موسی ملکی تعصب خاصی به بچه محله خودش یعنی منطقه بیسیم داره. اون مدت زیادی رو تو زندان رجای شهر کرج زندانی بود و تو این مدت تو تمام نزاعها و دعوایی که کرد پیروز بود و این پیروزی ها بر جذابیتش افزود، به نوعی که حتی خیلی از زندانی ها آرزوی بودن با موسی ملکی توی اتاق اونو و نوچگی برای موسی رو داشتن. تو زندان به علت هوش بالا و کاریزمایی که داشت افراد زیادی فدایی اون بودن و بهش جذب میشن و وقتی هم که از زندان آزاد میشه تمام کسایی که تو این مدت تو زندان باهاش بودن و آزاد شده بودن به گروهش ملحق میشن. در حال حاضر هیچ لات گردن کلوف گروه و یا باندی تو ایران توان رویارویی با اونو نداره. موسی و تیمش قدرت افسانه‌ای دارن و هیچ کاری نیست که نتونن اونا به راحتی انجام بدن، البته تو زمینه کاری خودشون. شماره 2، پویا پراوی. اون اصالت کرد داره و اصالتاً کرمانشاهیه، اما متولد شهر تهرانه و دقیقاً تو مرکز شهر یعنی میدون جمهوری به دنیا اومده. لقبش کبیره. تو دوران کودکی و جوانی تو نزاهای زیادی شرکت داشته که شجاعت و پیروزی‌های اون تو تهران و ایران اونو به شهرت میرسونه. اون بسیار به شهر و محل خودش تعصب داره و تو درگیری‌های زیادی برای دفاع از مردم شهر و محل خودش شرکت کرده و این ماجراها به محبوبیت اون اضافه کرده. پویا پراوی بسیار باهوشه و کاریزمای بی‌نظیری تو بین مردم داره و دوستدارانش اونو مردی مستقل، باهوش و باوقار میدونن که به خصلت‌های خوب انسانی پایبنده. اون مدتی رو تو زندان سپری کرد و بعد از آزاد شدن مشغول انجام کارهای خوب و عامل منفعت تو جامعه شد، به طوری که افراد زیادی جذب اون شدن و ازش پیروی میکنن. طرفدارش حاضرن تا پای جونشون برای اون هر کاری انجام بدن و از نظر تعداد افراد اون بیشترین افراد تو گروه خودش داره تو ایران و از نظر جغرافیای قدرتش قطعاً تو سرتاسر ایران قدرتمنده. شماره 3، هانی خمانه‌دار. لقبش هانی کرد است اما کرد نیست، چون تو دوران کودکی تو محله بیسیم و کنار کردها بزرگ شده به اون لقب هانی کرد رو دادن. هانی هم تو دوران کودکی به علت نزاع و دعوا به کانون اصلاح و تربیت رفت و وقتی نوجوان بود بجز موسی ملکی تمام گندلات‌های تهران رو زد. بسیار شجاع و نترس بود و گاهی به تنهایی به یه دسته اراذل لوباش حمله می‌کرد و به علت هوش و توانایی جسمی پیروز میدون بود. اون تو ابتدای دوره جوانی باز هم به دفعات به زندان افتاد و بیش از 14 سال تو زندان گذروند. اونم کاریزما داشت و افراد زیادی تو زندان عضو گروه اون بودن. وقتی از زندان آزاد شد با اضافه شدن اون افراد به هانی و بقیه دوستانش دار و دسته رو تو ایران تشکیل میده که بسیار قوی و بزرگ بودن. تو دیماه سال 98 حتما یادتون هستش که بیش از 20 ضربه چاقو میخوره و قصد قتلشو داشتن، اما تو شرایطی که همه فکر میکردن هانی کرد دیگه تموم شد و کشته شد، اما زنده موند و یه مقدار شبیه اون سکانس فیلم پدرخوانده است که 5 تا تیر میخوره پدرخوانده و ولی زنده میمونه و هانی کرد بعد از 1 ماه از بیمارستان مرخص میشه. هانی هم کارهای عامل منفعی زیادی رو انجام داده و دوستدارانش روز به روز بیشتر شدن. حوزه قدرت اون تا جایی پیش رفت که وقتی با یکی از مافیاهای ترکیه به مشکل خورد با گروه خودش تو ترکیه اون مافیا و رئیسش رو شکست میده تا هوس مجادله با هانی کرده تو ذهن هیچ مافیایی تو خاورمیانه نگنجه. همه هانی کرده رو فردی زیرک و با سیاست میدونن و این دو خصوصیت بر جاذبه های اون بسیار افزوده است. شماره 5، داریوش بهخویی. داریوش تو محله خزانه زندگی میکنه و در مورد اون کمتر گفته و شنیده شده، ولی بیشک یکی از گانگسترهای معروف ایرانه و تیم اون یکی از بهترینا توی ایران هستن. اون تونسته با پشتوانه خانواده خودش که خانواده متمولی هم هستن عده زیادی رو تو گروه خودش جمع کنه. قطعا هیچ کس تو ایران به فکر در افتادن با گروه اون نیست. یکی از اعضای اصلی گروه اون فرزاد قیاسفنده که الان توی ترکیه زندانیه. حوزه قدرت تیم داریوش بهخویی توی ایران و ترکیه است. اون فردی شیک پوش و با ادبه و پدرش از لوتیای قدیم تهرانه، فردی به نام محمود.